ناقض دوم شخصی که بین خود و بین الله واسطه میگرد آنان را به دعا مراجعت نموده و از آنان شفاعت طلب می‌نماید و به آنان توکل میکند پس به تحقیق به اجماع کافر میشود. قسمای شفاعت یکم در آن چیزی که مخلوق بر آن قدرت دارد به چهار شرط درست میشود. یکم حاضر باشد، دویم زنده باشد، سوم توانا باشد، چهارم اعتقاد کند که آن سبب است. دوم در آن چیزی که به جز الله کسی بر آن قدرت ندارد و آن شفاعت مثبت و شفاعت منفی است. شفاعت مثبت شفاعتی است که الله آن را برای خود اثبات کرده و تنها از او طلب کرده می شود و در آن شرطهای زیرین شرط گذاشته می شود. یکم اجازت دادن الله تعالی به شفاعت کردن، دوم رضایی الله از شفاعت کننده، سوم رضای الله از شفاعت شده. شفاعت منفی مؤلف این نوع را قصد دارد. شفاعت است که قرآن آن را نفی کرده است و آن شفاعت است که از غیر الله طلب کرده می شود و در آن چیز غیر الله بر آن قدرت ندارد و آن شرک اکبر است. شفاعت مثبت دو نوع است. یکم خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم که آن شفاعت بزرگ خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یکم شفاعت بزرگ، دوم شفاعت او صلی الله علیه و سلم برای امکش که عذاب او سبک شود، سوم شفاعت او صلی الله علیه و سلم در کشاده شدن درهای جنت. شفاعت مثبت نوع دومی شفاعت مثبت شفاعت عام است، برای همه پیامبران و ملائکه ها و یکتاپرستان و کودکان می باشد. یکم در بالا بردن درجه های یکتاپرستان، دوم در حق کسی که شایسته در آمدن دوزخ است تا این داخل آن نشود، سوم در حق یکتاپرست که داخل دوزخ شده است تا که از آن خارج گردد. سوال: آیا گفتن انسان به برادرش الله را برای من دعا کن درست است؟ جواب: هرگاه در این طلب نوع احتیاج باشد پس این نوع از شرک اصغر است و هرگاه طلب دعا از زنده حاضر و توانا باشد و اعتقاد نماید که آن سبب است پس این درست است. لیکن ترک کردنش بهتر است. توکل، آن اعتمادی صادقانه بر الله تعالی به باوری به او و به سبب شرعی چنگ زدن است. یکم شرک اکبر است، هرگاه برای غیر الله صرف شود و همین را مؤلف قصد نموده است. توکل عبادت و خضوع و آن اعتماد کامل است بر کسی که بر او توکل میکند، به حیثیتی که اعتقاد میکند که در دست او جلب منفعت ها و دور کردن ضرر با همراهی نیازمندی است، مانند بر مردگان اعتماد کردن. دوم شرک اصغر است و آن اعتماد کردن بر زنده با همراهی با او احتیاط داشتن، مانند کسی که بر زنده در رزقش اعتماد میکند و همراهی او را بالای سبب قرار دادن. سوم جایز است و آن اعتماد کردن به زنده در آن چیزی که تصرف آن به او سپاریده شده به احتیاج داشتن به او میباشد، همچنان است که شخصی را در فروختن چیز وکیل نمودی. سوال: آیا گفتن بر فلانی توکل کردم یا بر الله سپس بر فلانی توکل کردم درست است؟ جواب: درست نیست که بگویی بر فلانی توکل کردم و درست نیست که بگویی بر الله سپس بر فلانی توکل کردم، زیرا این عملی قلبی است، برای غیر الله صرف کرده نمی شود، بلکه می گویی فلانی را وکیل کردم، یعنی عمل را به او سپاریدم. و به درستی پیامبر صلی الله علیه و سلم در امور عامه و خاصه بعضی صحابگان را وکیل گرداند.